سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. مهمان هستم و خیلی خوش اومدین به ریاکتیونز. آقا تیم ویدیو قراره که بریم موزیک رفیق نیمه رو از آرن گوش کنیم و بهش ریاکشن نشون بدیم. بچه ها این دومین ویدیویی که داریم تو کانال ما به موزیکای آرن عزیز ریاکشن نشون میدیم. موزیک اولش برای آلبوم جوونی دو رادیو جوان بود که حالا تو کانال هستش، تو بخش پلی لیست ها میتونین ببینین و حالا نظراتتون حتما برام اینجا کامنت بذارین. بچه من زیاد در مورد آرن اطلاعات خاصی ندارم. جدا از بحث حالا ریاکشن امروز، یه نکته که من باید خدمتتون بگم اینه که خب قرار بود که من از اول مهر ماه رو کانال اول ویدیو رو آپلود کنم، شاید یه هفته عقب بیفته، شایدم تو حالا روالش ویدیو آپلود بشه، چون من احتمال داره که برای هفته بعد با خاطر یه سری مسائل برم تهران و شاید نتونم اصلا هیچ ویدیویی رو آماده کنم و براتون آپلود کنم که ویدیو رو ببینید. این احتمالش هستش، ولی تمام تلاشم رو میکنم که حداقل رو این کانال یعنی ریاکتیونز یه چند تا ویدیو آماده کرده باشم براتون روزانه آپلود کنم و به حال شما بدون ویدیو نمونید. این نکته بود که گفتم بهتون بگم از همین الان و همین دیگه بزنیم که ویدیومو بگیریم. قبل از من ویدیو شروع کنم حتما حتما چند لحظه وقت بذارین، کانال من سابسکرایب کنین، علم زنگ رو فعال کن، این ویدیو لایک کن، اینستا من این بالا میاد بچا حتما برین فالو کنین، لینک کانال اولام تو دیسکریپشن گذاشتم، اونم برین ساب بزنین که دیگه اگه همه چی اوکی باشه ویدیو براتون آپلود میشه. اوه چی گفتم، برو بریم. خیلی خوب بچه‌ها، اینم از کاور موزیک رفیق نیمه را از آرن. خودش می‌بینین که داشمون سوار یه پورش شده، فکر کنم پورش برای خودشه. علی کی گفتم رفته کرایه کرده بین هم بمونه و نمیدونم امروز چرا انقدر پر انرژی ام و خیلی هم بانمک شدم. به هر حال بازه کاور چیز خاصی نداره دیگه، سوار بر نه اسکل چیه، اون همه خون داره از سرش در میاد، چیزی نداره، چیه یکی زده تو فرق سر آرن و خون داره همینجوری میزنه بیرون و همین دیگه، چیز خاصی دیگه نداره. بزن بریم خود موزیک گوش کنیم که ببینیم دقیقا آرن چیکار کرده. خیلی خوب، این پوله خیلی برام آشنا. خود های من تهران این همه میاد چرا من یادم میره؟ یکی از پولای معروف تهرانه. والا باکسر همچی صدایی نداره. بسری یا سخت همه دوریت، نگو نمیشه برگرد یه جوری، شنیدم با همه بودی میدونم. آقا این اصلا معلوی موزیک خفنه، بودو بره که خود اصلی گوش کنیم که ببینیم دقیقا آرن چی کار کرده. خیلی خوب، اینطورش بچه دوست دارم. بچه ها فکر میکنم این کارم خودش ارنجمنت بوده. نه نه نه، مهدی جهانی بوده. خودش هم ارنجمنت ها بعضی از کارا. شنیدم با همه بودی میدونم، میدونم خیلی بده، حقیقت تلقیه. تو این شلوغی شهر تو را گمت کردم، من چرا دستات رو ول کردم، بیا چشمام روی هرچی بود میبندم، برگردی شدی رفیق نیمه را من، بسه بیا برس داد من. اوف چقدر خفن شدی. قبلش خیلی قشنگ میگه که من تو این شلوغی های شهر تو رو گمت کردم، من چرا دستاتو ول کردم، بیا چشامو روی هرچی بود میبندم، برگردی شدی رفیق رای من، بس بیا برس به داد من. وای وای خیلی تکستش با غمه، یعنی عالیه. برو بریم. تو این شهر پر نامده، دلت کجا بنده، بزا برگرده، شدی رفیق نیمه راه من، بسه بیا برس به داد من. وای این شهر پر نامده، دلت کجا بنده، بزا برگرده. پشمام میدی جهانی چه ارنجمنتی انجام داده، میکس مسترش برش با محمد فلاحی که یکی از خفنهای کلا تو کار میکس مستره، ولی تعجب میکنم چه این سری حالا خودش انجام نداده. خودش هم تو آلبوم جوونی دو تمام پروداکشن کار خودش گرفته بود. نمیدونستم میدی جهانی همچه قابلیت هم داره. بیشتر کنی صدا رو. خوب تو میگم اگه هر جا بشه حرف تو، نرو این آدم.
حرفت اینجا گفت حرفت تو اینجوری نمیشه شعرشو ما ایشکنم قلب تو هنوز عوض نکردم از گوشیم اسم تو برام ایشکی نشد مثل تو نشد دیگه بازم تو رو ببینم هنوز روی میزم گلایی که واسط خریدم هنوزم مثل چشمای تو من جایی ندیدم عزیزم. آخه الان میخواد با چیز بره یا حالت گیتار ورژن هستش، حالا اینجا فکر موزیک صداش کم میشه فقط خودشه. وایسین شدی رفیق نیمه راه من آخ آخ بس بیا به صداد من تو این شهر پر نامرده مرده دلت کجا بنده بذار برگرده شدی رفیق نیمه راه من آخا آخا. بچه ها جالا این کارا رو با من میکنن، اون موزیک دیروز احمد سولو حالمو بد کرد، این هم داره الان حالمو بد میکنه. وای همه چی داره دقیقا واسه من میشه. نمیدونم شما حالا همچین چیزهایی تجربه کردین یا نه، تو کامنت بهم بگین، ولی خدایش خیلی فضای موزیکش عالیه. داد من تو این شهر پر نامرده دلت کجا بنده بذار برگرده تنظیمیه عالی عالی. آقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا همراه بودین. اینم از موزیک رفیق نیمه رو از آرن، واقعا عالی بود، یعنی اصلا ترکوند. کار قبلی خیلی ضعیف بود تو آلبوم جوونی دو، ولی اینجا اصلا چه تکسی نوشت پشمام. خیلی وقت بود این کلمه رو استفاده نکردم. خیلی عالی بود، دمش گرم، من واقعا حال کردم و خدایش مطمئنم شما هم که حالا این ویدیو رو ببینی یا خود موزیک گوش کنی همچین حسی مثل من دارین. واقعا بهترین موزیکه برای چیل کردن و اصلا عالی. خدای من چی بگم، خیلی عالی بود. من امیدوارم که همیشه آرن بمونه تو این لولاش یا مثلا بره بالاتر، چون واقعا بعضی وقتا مثلا یه سری از موزیکاشو گوش میکنی خیلی افت میکنه. نمونه مثل آرن تو حالا معروف تر مثل اشوانه، اشوان یه سری از موزیکاشو گوش میکنی اصلا تعجب میکنه خود اشوان داره اینو میکنه، ولی یه موزیک دیگه شو میای گوش میکنی اوف میترکونه. برام یه ذره این نوسان داشتنشون یه ذره بده و امیدوارم بچا همیشه لولشون رو به بالا نگه داشته باشن و همینجوری کارهای خفن تولید کنن. و تیزرش هم یه چیزی که خیلی جالبه، با اینکه زیاد ایده نداشت یا چه میدونم کار خاصی نکردم، در این سادگی اون مفهوم موزیک خیلی راحت رسون. یعنی اگه خود ویدیو رو دقت کرده باشیم، مثلا انگار از یه دعوایی برگشته، اونایی که حالا با اون دختر بودن عشقش بودن و حالا مثلا یه ضربه زده، من تفسیر خودم دارم میگم و اینجوریه، و در این سادگی ما باش راحت ارتباط برقرار میکنیم و موزیک رو میفهمیم که دقیقاً چی رو میخواد بر ما توصیف کنه. واقعا عالی بود، دمتون گرم، مرسی که این موزیک رو بهم پیشنهاد دادیم. واقعا این چند وقت یه سری از بچه‌ها دمشون گرم، واقعا موزیکای خیلی خفن بهم پیشنهاد میدیم و منم دارم باشنگ موزیکای جدیدو گوش میکنم دیگه. پلیلیستام تکراری نیستش، واقعا خیلی آرتیستای جدید من به پلیلیستای خودم حالا به شخصه با پیشنهاد شما اضافه کردم و خیلی خوشحالم از اینکه شما رو دارم، عشقای منی. به هر حال مرسی که دوام جمع بودین، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. در آخر از میخوام که حتما چند لحظه وقت بذارین، کانال من سابسکرایب کنین، علامه زنگ رو فعال کن، این ویدیو رو لایک کن و تو کامنت نظرات برام بنویس. اگر از موزیکای قبلی آرن بقیه خواننده‌ها دوست دارین که من ریاکشنشون بدم تو کامنت برام بنویسین، کامنت دیسم بذارین. اینستا من این بالا میاد بچا، حتما برین فالو کنین. لینک کانال اولام تو دیسکریپشن گذاشتم، اونم بچا تمام تلاشم دارم میکنم که از اول مر ویدیو ریاکشن براتون بذارم، ولی خب شاید این احتمال وجود داشته باشه که من بخوام برم برای یه هفته تهران و طوری که شاید اصلا نتونم ویدیو بذارم، چون واقعا خیلی کار مهمی میدارم و همین دیگه. خیلی دوستتون دارم، تا یه دیگه.